سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه فوتبال دوستای دنیا. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم بازی‌های روز دوم گروه اول، گروه آرژانتین رو بررسی کنیم که آرژانتین سرگروه شد و صعود کرد. تو بازی اول دور دوم این گروه پرو و کانادا باید به ایدار هم می‌رفتن. کانادایی که برای اولین بار به مسابقات کوپا آمریکا اومده تونست نتیجه درخشان بگیره و پرو هم بازی خوبی داشت انجام میداد و بازی براشون خوب بود تا لحظه ای که اخراجی دادن. پرو با سیستم 3-5-2 بازی میکرد، مربیشون خورخه فوساتیه که کنار زمین خیلی خرس خورد، خیلی، یعنی چشاش دیگه داشت از حدقه در میومد، بازیکنه اون چیزایی که دلش میخواست و اجرا نمیکردن و این همینجوری داشت کنار زمین خرس میخورد. سندش هم بالاست، میکنم شانس آورد سکته نکرد تا آخر بازی. توی دروازه گایس رو گذاشته بود که اورلاندو سیتی بازی میکنه، آراوخو از پورتلند، زامرانو که تو خود پرو بازی میکنه و کاینز خیرونا بازی میکنه. بازیکنهای پرو خیلی بازیکنهای بزرگی نیستن، وضعیتشون رو هم توی مسابقات مقدماتی کوپا آمریکا میگم چجوری، خیلی وضعیت جالبی ندارن. جلوتر از اونا پولو توی پرو بازی میکنه، کارتانگا اورلاندو سیتی بازی میکنه، کویسپه توی لیگ مکزیک بازی میکنه، لوپس تو فاینورد بازی میکنه، لاپادولا کالیاری بازی میکنه و فلورس هم توی کشور پرو بازی میکنه و میبینین که خیلی بازیکنهای بزرگی ندارن اما بعد بازی نکردن. از اون طرف کانادا با سیستم 4-2-3-1 بازی میکنه تحت رهبری جسی مارچ که جالب بود که تونستن این بازی رو ببرن و اولین بردشون رو توی مسابقات کوپا آمریکا به دست بیارن. اولین حضور کاناداست، اولین گلشون رو زدن و اولین بردش رو هم به دست آوردن. توی دروازه کرپیاو رو گذاشته بود که پورتلند بازی میکنه، جانسون از سلتیک، بومپیو از کلورادو، کورنلیوس از مالمو، کارپامیا از تورنتو، کونه از واتفورد، یوستاکیو از پورتو، دیویس از بایر مونیخ، دیوید از لیل، میلار از پرستون و لارین هم از مایورکا. 11 بازیکن کانادا بودن که تونستن این بازی بزرگو ببرن. خود بازی رو نگاه میکردین تا دقیقه 60 همه چی در اختیار پرو بود و موقعیت‌های بسیار زیادی داشتن و هر لحظه همه فکر می‌کردن الان کانادا گل می‌خوره و پرو می‌تونه با این برد یه مقداری خیالش راحت کنه که بتونه مرحله بعدی صعود بکنه. اما دقیقه 59 یه تکل بی‌محابا داریم از میگوئل آراوخو روی پای بازیکن کانادا که داور اول بهش کارت زرد داد، بعد وی آر صداش کرد و گفت که آقا خطا خشم بوده و بازیکنو اخراج کرد. لحظه ای که پرو 10 نفره شد بازی برگشت، کانادا راحت بازی کرد و جلوتر اومد تا اینکه دقیقه 74 یه ضد حمله فوق العاده سری زدن و سرزد با همدیگه داشتن کار میکردن و جلو میرفتن و پاس نهایی شافلبرگ رو جاناتان دیوید تونست وارد دروازه بکنه و بازی یکیچ بشه برای کانادا و دیگه پرو تا آخر بازی نتونست به بازی برگرده و کانادا بازی رو یکیچ برد. این برد کانادا درسته که حالا اونا رو فعلا دوم گروه کرده ولی من فهم کنم حظ بشن تو روز آخر، فکر نمی کنم زورشون به شیلی برسه، هرچند شیلی تا الان هم تو مسابقات گل نزده. اگر بخوایم وضعیت پرو رو تو مقدماتی جام جهانی بدونیم، اونا وضعشون افتضاحه. توی 10 تیم 10 توی 6 تا بازی که تا الان انجام دادن 2 تا مساوی داشتن و 4 تا باخت و به نظر من تقریبا غیر ممکنه که بتونن به مرحله بعدی صعود بکنن. حالا باید ببینیم که پرو میتونه به جام جهانی برسه یا نه. از نظر صعود که من خیلی بعید میدونم، چون بازی آخرشون با آرژانتینه و بعیده که بتونن آرژانتینو ببرن. تو بازی دوم این گروه آرژانتین به دیدار پرو میرفت و بازیش حسابی گره خورد. آرژانتین مقابل کانادا هم موقعیت زیاد داشت ولی توپاش تو گل نمیرفت. مقابل شیلی هم این اتفاق افتاد و گلشون رو دقیقه 88 زدن و خیلی دیر به گل رسیدن. مثل همیشه مسی خوب پاس میده، موقعیت هم تیم زیاد داره ولی توپا تو گل نمیره و این بی‌دقتی شاید یقه آرژانتین رو بگیره و آرژانتین قهرمان نشه. خیلی موقعیت دست میدن. موقعیت های بازی رو اگر میدیدین، شوتایی که زدن 22 تا آرژانتین زد و شیلی فقط 3 تا. تو چارچوب 9 تا برای آرژانتین، 3 تا برای شیلی، کورنر 11 تا برای آرژانتین، هیچی برای شیلی و مالکیت هم 62-38. یه بازی کاملا یه طرفه که گلشو دقیقه 88 زد اونم بازیکن تعویضی و به نظر میاد که یه مقداری باید روند بهتری و لیونل اسکالونی تو تیمش ایجاد بکنه و شاید مسی بره این تیم دیگه به هیچ جایی هم نرسه. ترکیب آرژانتین امروز سیستمش 4-4-2 بود که توی دروازه امیلیانو مارتینز بود که فوق‌العاده بود. اون سه تا توپی که شیلیه یا توی چارچوب زدن هر کدومش شاید دروازه‌بان دیگه بود میخورد ولی مارتینز تو تیم ملی آرژانتین یه صخره است و یه به قولی دیوار بتونیه که اصلا نمیشه بهش گل زد و این بازی هم تونست
کلینشیت کنه. توی خط دفاع مولینای اتلتیکو مادرید، رومرو تاتنهام، مارتینز فیورنتینا و تاگلیافیکو لیون بازی میکردن. توی خط هافبک گونزالز فیورنتینا، فرناندز چلسی، مک آلیستر لیورپول و دیپاول اتلتیکو مادرید بودن و توی نوک خط حمله لیونل مسی و آلوارز منچستر سیتی بازی میکردن که من بازی قبلم گفتم اگر آرژانتین دو مهاجمه بازی کنه نتیجه نمیگیره، بهتره که سه مهاجمه باشه و مسی رو بذاره پشت مهاجمه، که بازم اولش این کار رو نکرد و نتیجه نگرفت. وقتی که تعویض کرده لوتارو مارتینز آورد و مسی رو عقبتر برد، یه مقدار بازی براشون بهتر شد. از اون طرف هم شیلی با سیستم 4-2-3-1 بازی میکرد، ریکاردو گاریکا مربیشونه و این سیستم کاملا دفاعی چیده بود که بتونه از آرژانتین یه مساوی بگیری که آخرش نشد. دروازه‌بانشون کلودیو براوو معروفه که الان هیچ تیمی بازی نمیکنه و بازی کنه آزاده، ولی امروز واقعا عالی بود. توی خط دفاع ایسلا از ایندیپندنته رو داره، لیخکوفسکی توی مکزیک بازی میکنه، دیاز ریور پلاته بازی میکنه، سوازو تولوز بازی میکنه، دوتا هافبک دفاعیشون بولگاریه که فلامینگو بازی میکنه و اچوریایی که هوراکان آرژانتین بازی میکنه، سه تا بازیکن هافبک تهاجمیشون اوسوریو میدیتیلند دانمارک بازی میکنه، الکسیس سانچز که اینتر میلان بازی میکنه، داویاز اسکا مسکو و نوک خط حمله وارگاسیه که اتلتیکو مینیرو بازی میکنه. ولی اصلا شیلی حمله نکرد که بخواد اتفاق خاصی بیفته و فقط دو سه تا توپ آوردن که اونم خیلی موقعیت جدی نبود. البته ضربه آخراشون رو میتونستن حداقل تو چارچوب بزنن. ورزشگاه متلایف استادیوم توی نیو جرسی میزبان مسابقه بود که این ورزشگاه میزبان فینال جام جهانی خواهد بود. قبل از این مسابقه این دو تیم با هم 95 بار بازی کرده بودن، 62 برد برای آرژانتین، 25 مساوی و 8 بردن برای شیلی، که بردای شیلی خیلی خیلی مهم بوده. اونا از سال 1910 تا 1959 همیشه بازیاشون برد مساوی آرژانتین بوده و فقط سال 1959 اولین بردش رو شیلی به دست میاره که حالا بعدن چند تا برد دیگه هم به دست میاره که بیشترش بردای نزدیکی بوده. تو کوپا آمریکای 2015 و 2016 توی هر دو دوره شیلی توی فینال آرژانتین رو تو ضربات پنالتی میبره، 0-0 تو مسابقه و تو ضربات پنالتی میبره و دو تا جام به قولی از لیونل مسی میگیره. آخرین بازی هم که با هم کرده بودن توی مقدماتی جام جهانی بود که آرژانتین تونسته بود 2-1 پیروز بشه. وضعیت شیلی توی مقدماتی جام جهانی هم خیلی خوب نیست، اونا یه برد و دو مساوی و سه شکست دارن و توی 10 تیم هشتمند. از کوپا آمریکا 6 تیم به صورت مستقیم به جام جهانی میرسن و تیم هفتم وارد پلی آف میشه که یه مقداری کارش سخته. ولی شیلی اونقدری هم امتیاز عقب نیست، با دو تا برد میتونه موقعیت خودش رو بهتر کنه و شانس صعود به جام جهانی رو داشته باشه. صحنه های مسابقه با صحنه های خیلی زیادی نبود. دقیقه 36 اولین موقعیت جدی رو دیدیم که شوت مسی پایه تیرک کلودیو براوو خورد و وارد دروازه نشد. فکر می‌کنم تنها شوتی بود که مسی توی این مسابقه زد و اونم توی چارچوب نبود. کلاً مسی رو از وقتی که رفته اینتر میامی می‌بینیمش بسیار بسیار نسبت به زمانی که حتی پاریس سن ژرمن بود افت کرده. ضربه به چارچوبش خیلی کمه، پاسایی که میده دقت خوبی داره ولی اونقدر موقعیت ساز نیست، ولی بالاخره کار خودشو می‌کنه. قطعاً بازیکنی تو این لول تو کشور آرژانتین وجود نداره، ولی این مسی مسی جام جهانی نیست، خیلی افت کرده. دقیقه 88 کورنر مسی رو دیدیم و شلوغی که توی دروازه توی محوطه جریمه شد و آخر سر لوتارو مارتینز تونست دروازه رو باز بکنه که مشکوک به آفساید بود. لو سلسو وی آر چکش کرد و تایید کرد که گل قبوله و تونستن یکیچ جلو بیفتن. لوتارو مارتینز دقیقه 73 اومد و 88 گل زد. اما دقیقه 95 دوباره از وسط زمین با کلودیو براوو 2-1 شدن. این بار دیماریا پاس داد به لوتارو مارتینز که اون نتونست دروازه کلودیو براوو رو باز بکنه. یادتون باشه تو بازی قبلی که ویدیوش هم ساختم، آرژانتین مقابل کانادا تو همون نیمه اول اوایل مسابقه یه 2-1 دیماریا و مسی با دروازه‌بان کانادا میشن که اونجا دیماریا پاس نمیده و تک به تک و گل نمیکنه. اینجا اومد پاس داد لوتارو مارتینز زد. کلا بازیکن‌های آرژانتین تو زدن ضربات آخر خیلی خیلی ضعیف عمل میکنن و این باعث میشه که نتایج تیمشون اونقدر ایدئال نباشه. اما همین ایدئالی که من میگم نیست، اونا تو مقدماتی جام جهانی 2026 توی آمریکای جنوبی صدرنشینن و توی 10 تیم اولاً 5 تا برد دارن و فقط یه باخت از 6 مسابقه، که اون یه باختشون هم مقابل اوروگوئه بوده با نتیجه 2-0. برای همینه که بعضیا میگن
احتمالاً اوروگوئه تو فینال میتونه تو این دوره آرژانتین رو شکست بده، چون اوروگوئه تیم بهتری و الانم تو مسابقات تونسته بهترین خط حمله رو داشته باشه و روون و راحت‌تر از بقیه تیم‌ها بازی میکنه. برزیل و آرژانتین خوب بازی میکنن، موقعیت ایجاد میکنن، ولی توپاشون تو چارچوب نمیره. بازی برزیل کاستاریکا رو هم که براتون تحلیل کردم، برزیل موقعیت خیلی زیاد داشت، شوت تو چارچوب زیاد داشت، کورنر زیاد داشت، مالکیت توپش زیاد بود، اما ضربه نهایی رو با اون دقتی که باید میزدن نمیزدن و دومش شوت پشت محوطه هاشون اصلا خوب نبود که بتونه گره بازی رو براشون باز بکنه. یعنی من فهم میکنم برزیل و اوروگوئه توانایی بردن آرژانتین رو دارن، ولی بعد اون روز روزشون باشه و به قولی توپاشون بگیره، از اون برم امیلیانو مارتینز فوق‌العاده نباشه. از اونجایی که مقدماتی جام جهانی توی کوپا آمریکا مثل یه لیگ برگزار میشه و 10 تیم بعد رفت و برگشت با هم بازی کنن، پس میشه 9 تا دور رفت و 9 تا دور برگشت. آرژانتینی که الان صدرنشینه تو 3 تا بازی آخرش به ایدر شیلی، کولومبیا و ونزوئلا بعد بره تو دور رفت، که من فکر میکنم دور اول کوپا آمریکا رو بتونه با صدرنشینی تموم کنه، همون جوری که الان تو این گروه هم صدرنشینه. تو بازی اول این گروه که براتون ویدیوش هم ساخته بودم، دیدیم که آرژانتین 2-0 کانادا رو برد و پرو و شیلی 0-0 مساوی کردن، و امروز هم که کانادا تونست شگفتی ساز باشه و پرو رو 1-0 ببره و آرژانتین هم طبق انتظارات 1-0 شیلی رو برد، تا پایان روز دوم گروه اول آرژانتین با 6 امتیاز صدرنشینه، کانادا با 3 امتیاز دومه، شیلی و پرو هم با 1 امتیاز سوم و چهارم هستن و امیدوارن که مرحله بعدی صعود کنن. تو روز آخر این گروه آرژانتین به دیدار پرو میره و شیلی به دیدار کانادا. من فکر نمی کنم آرژانتین حتی اگر تیم دومش هم بذاره از پرو ببازه، و قطعا منطقی باید عمل بکنه اسکالونی و به اکثر بازیکناش استراحت بده تا بتونه تو دوره حذفی ازشون استفاده کنه. فکر کنم آدم منطقی هم هست، احتمالاً این کارو میکنه. اونجوری آرژانتین یا با یه مساوی یا با یه برد خفیف پرو رو میبره و صدرنشینیش قطعی میشه. شاید بخواد 9 امتیازی کارو تموم کنه و با کلین شیت هم تموم کنه، فعلا یه 2-0 و 1-0 داره و گل اصلا نخورده. از اون طرف بازی شیلی و کانادا میتونه دیدنی باشه. کانادا الان 3 امتیاز، شیلی 1 امتیاز. شیلی باید بتونه کانادا رو ببره تا بتونه مرحله بعدی صعود بکنه، و خب شیلی هم تیمیه که تا الان گل نزده، یه 0-0 کرده، 1-0 باخته و نتونسته مثل پرو توی مسابقات گل بزنه. ولی من فکر میکنم بازی شیلی کانادا بازی جذابی بشه و شیلی بتونه با بردن کانادا به عنوان تیم دوم صعود بکنه و آرژانتین و شیلی از این گروه بتونن به مرحله بعدی برن. قبلا هم که خب تو ویدیویی که در مورد این گروه ها ساختم، تو گروه 4 که ازتون خواستم با مسابقات رو پیش بینی کنید و 60 نفرم تو مسابقه پیش بینی ما شرکت کردن، گفتم که از بین گروه 1 و 2 فقط یه تیم به فینال میرسه، و اگر حالا آرژانتین که خب صدرنشینه، شیلی هم بالا بیاد، آرژانتین به تیم دوم گروه دوم میخوره و شیلی به سرگروه گروه دوم، و بعدش برنده ها دوباره با هم بازی میکنن و امکان داره دوباره نیمه نهایی مثلا آرژانتین شیلی رو ببینیم. و از اون ورم از بین آمریکا، اوروگوئه و برزیل فقط یه تیم به فینال میرسه که شاید فینال با آرژانتین بازی کنه. بعد ببینیم تو روزهای آینده چه اتفاقی میفته و برزیل میتونه گلای زیادی بزنه و به جام برگرده، یا اینکه همچنان موقعیت ایجاد میکنه و توپاش گل نمیشه.